پیغمبر به مردم گفتن شراب نخور، زنا نکن، ربا نخور، دزدی نکن، آدم کشی نکن، آزاد برو. یعنی چه آزاد برو؟ یعنی آقا این زمین خدا هر جاش میخوای برو خونه درست کن. الارض لله ولمن عمرها، این دریای خدا هر چی میخوای ازش ماهی بگیر، این جنگل خدا هر چی میخوای ازش درخت بکن. اینا خود پیغمبر گفتن. این معدنها و کانهای خدا، نمک، نفت، غیره، هر چی اسمشه، هر چی میخوای برو ازش بردار. این تجارت هر جا میخوای برو تجارت بکن، تجارت شراب نکن، تجارت مواد مخدر نکن، تجارت آزاد، برو هر کار میخوای بکن. امارت آزاد، زراعت آزاد، هر جا میخوای برو زراعت بکن. امارت آزاد، زراعت آزاد، صنعت آزاد، تجارت آزاد، سفر آزاد، اقامه آزاد، هی آزادی. تو قرآن خدا فرموده که اینا گفتم همه احکامی که تو خود قرآن ذکر شده، خدا فرموده است تو قرآن که این پیغمبر چه کار میکنه. یک کسی ممکنه بیاد از شما بپرسه این محمد چه کار است، میگید آخونده. این آقا چه کار است؟ نجاره. این آقا چه کار است؟ عطاره. پیغمبر چه کار است؟ خود خدا تو قرآن گفته پیغمبر چه کار است. النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. واسه خدا، واسه پیغمبر سه تا وصف کرده. یه وصفش این است که یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، یعنی به تمام مردم آزادی میده. آزاد در هر چیزی، آزاد. یه چند تا حرام ما داریم، همتون هم بلدید حراما چی هست، بقیهش همتون آزاد. الان تو دنیای مسلمان آزادی هست، یه دونه از این آزادی ها هست، چون آزادی ها خیلیه. حالا میخوام همش واسهتون بگم، حتی یه دونه شام نیست خلاص. شما بخواید الان بین اصفهان و قم برید خونه بنای بکنید، دولت میاد میگه آقا حق نداره این کارو بکنی، برو. میخواید یه جنس از خارج بیاری، دولت میگه حق نداره این کارو بکنی. میخواید یه جنس از داخل خارج ببری، دولت میگه حق نداره این کارو بکنی. میخواید مردتون مرده تو قبرستون دفنش بکنید، میاد میگه 700 تومن بده. همه بلاد اسلامی همینه، فرق نمیکنه. یعنی ما مسلمونا هممون با هم گدبنا گذاشتیم احکام خدا رو زیر پامون بذاریم، هممون با هم. من خودم یادم میاد در عراق، در کربلا مرده که میمرد، قبرستونش که رفتید خیلیاتون، این مجانی بود، مفت بود. من یادم میاد 45 سال قبل. ما در 50 سال قبل مادر پدرمون مرحوم شد، من بچه کوچیک بودم وقت، 4-5 ساله بودم، بردیم شب تو وادی نجف دفنش کردیم. یک فلس، یک قرون کسی نداد، زمین مال خداست، خدا شد. همینجوری که آفتاب مال خدا است، کسی حق داره بیاد به شما بگه آقا پول بده تا از آفتاب استفاده کنی، آقا پول بده تا نفس بکشی؟ زمین مال خداست دیگه، به شما نسبت پول از مردم میگه. پس یک بال سوم اسلام، حالا اینا رو اسمش میذاریم نه بال، اسمش میذاریم تائر ماشین، چرخ ماشین. چرخ ماشین اول پرید، اخوت. چرخ دوم ماشین پرید، وحدت مسلمین. چرخ سوم ماشین پرید به نام آزادی اسلامی. حالا اگه یه ماشینی سه تا چرخ نداره میتونه راه بره؟ هی حالا ما تو مساجدمون خدایا رحممون بکن، خدایا صدام بکش، خدایا شوروی بیرون کن. خدا میگه راش برو آقا، عمل بکن بهش. صدام مثلا نمیاد تو عراق، شما رو از عراق بیرون تو نمیکنن. یه آدمی بچهش ناخوش شده، رفته پیش طبیب، بهش دوا داده، دوا رو به بچهش نمیده. هی میره میگه آقای دکتر بچه‌مو خوب بکن. دکتر میگه بابا من دوا وسط نوشتم، اینم دوا، عملش بکن بچه‌ت خوب میشه. نه آقای دکتر، بچه‌مو خوب بکن. یا امام حسین بچه‌مو خوب بکن. میشه؟ خیلی آدما تعجب میکنن که خدا چرا به مسلمانای اعتنا نمیکنه، صدام اینقدر داره جوانای ما رو میکشه. اگر خدا دعاهامون مستجاب بکنه تعجب داره. شما زن نگیرید، خدا یه بچه به من بده. میشه؟ این پایه سیم اسلام که پرید، اخوتش، وحدتش، آزادی و حریتش که همه تو خود قرآن آیه داره.